توایف غریب، سلشو، سایدو، کوشه دلده، اینی پشتش مامدک، اینا به چارگو دیگه بچایش مکتب نمد. ولی این مکتب در سنگ ماشه بود دیگه. سلطان آدود. در نظام دموکراتیک خلق، دخترارم، مکتب نسوانرم در پاتو دایر کدن. تیت سای در هر شیله بودوین. کشمور گیر نکنه. زیر ما نبود. این شاگردار ما هم دوست دارم. هر کدام میشه. هر کدام میشه. راجع به معارف افغانستان و معارف که در جاغوری هم. تا جایی که من معلومات دارم معارف افغانستان معارف جدید چی؟ در زمان امیر حبیب الله پدر امان الله لیسه حبیبیه که در کابول هم. و مو خاطر نام از او حبیبیه که حبیب الله را تعداب گذاری کده و معلمایش هم زیادتر در زمان ها معلمای علوم ساینسی را از هندوستان که فعلا پاکستان ها دیگه از اینجا استخدام مکتب ده. بعد ها در جاغوری که هم ده اول بار رئیس عبدالله خان رئیس عبدالله خان که یک شخصیتی معروفه در جاغوری آورده و مردم در او زمان او رو خیلی نکوهیش و سرزنش مکده و بد مگفته ده تعلیم تا سنف شش جبری بود بچه ها را ترمای سال مدیری مکتب نعمت نامنویسی میکرد بعضی ها بچه های خود را از نام نویسی مکتب پنهان مکد پوت مکد کدام سالا بوده شخصیت در ساله های تقریبا به نظرم که ساله های در دهه سی سیزده سی از 25 شروع دیگه همیتر تا سی یه میرکم بود تنها سنگ ماشه اطراف شی و جبری در سنگ ماشه یک مکتب بود جمع شد و طایفه ای که به اصطلاح با حکومت آشنایی داشت اونا بچه هایش معاف بود طوایف غریب سلشو سایدو کوشه دلده اینی پشتش مامدک اینا به چارگو دیگه بچه‌هایش مکتب نمد. بچه‌هایش مکتب نمد در سنگ ماشه تا سنف شش میخوان. باز بعد از سنف شش یک کانکور داشتن. کسایی که از او کانکور کامیاب میبرامد او بلدهشی وظیفه در دولت داده میشد. یا مامور میشد. ماموری پروگرامای صحی یا معلم شد باز این رقم کم کم وقتی که اینا مامور شدن رفتن تنخواه خوردن او غیطا مردم های دیگه کم کم تمعی از این که باید در مکتب سنفی یا در معارف دولتی بخوانیم تشویق شد در انگوری مکتب اتقال انگوری دایر شد بعد از او اولین مکتب کدام بود؟ اولین مکتب در سنگ ماشه بود دیگه سلطان مودود سلطان مودود سلطان مودود نبود دو زمان سلطان نام سلطان مودود بود که بعدها تبدیل نام کرده مکتب یه مکتب شش سنفه بود بعدها نو سنفه شد نو سنفه خیلی بعدها در سالی چل چلو چند متوسطه شد بعد از او که تبدیل به لیسه شد در زمان حکومت داوود تبدیل به لیسه شد لیسه دیگه فقط در جاغوری نمی یک لیسه سلطان مودود بود درست. متوسطه بود
متوسطه در لومان بود، متوسطه در انگوری بود، دیگه جایی جاغوری مکاتب ابتدایی و حتی مکاتب دیهاتی سه صنفه بود. در سال 47 در پاتو این مکتب دیهاتی اما سه صنفه بعضی بچه ها اینجا شامل شدن، نام نویسی کردن. باز چون تعمیر و جای نداشت، پاتو مردم بسیار پراگنده و تیت بلده، جایزی بین خود نزاع داشتن که اولین بار جایزی در مسجد کاریزی پاتو اینمینجی یک سال خامیش تیر کردن. سال دیگه شی مردم کاریز قد دیگه پاتو ششتن در خوربوچه، اونمونجی که قبر سیده ایدره، اونمونجی یک مانه زدن، امی مکتب ابتدایی دیهاتی سی سنفر اونجی. سال سیوم شی باز هم میتوستر کردن، با حاکم شد، بچه ها جمع شد، معلمم از امون معلم های فارغین سنف شش سنگ ماشه بودن که اونا اینجا میمدن معلمی میکردن، فارغین از غزنی بودن. از غزنی یکی به نام غلام سخی بچه خوب بود، اما دینجی یک سال معلمی کرد. دیگه از یه چیز احمد شاه هم گفت از یه سنگ ماشه بود، دینجی معلمی کرد. امیر قم یکی دیگر را به نام محمد هاشم بود، از محمدک بود، اینجی دمی سه سنفه یک معلمی کردن. آخرشی زمانی که سال 47 ای مکتب در این مدرسه که به نام مدرسه آقای وسوقیه اینمین جای گرفت، تغییر رژیم شد، داوود رفت، نظام دموکراتیک خلق آمد. در نظام دموکراتیک خلق دخترارم مکتب نسوان رم در پاتو دایر کردن، یک تعداد از دخترها میمدن درس میخواندن. او هم مدت خیلی کم دوام کرد که انقلاب شد، مردم علیه حکومت شوریدن، یا حکومت را از سنگ ماشه گلیمش جمع کرد، مردم شد چی؟ باز این معارف خابید. بار دویم معارف توسطی بعضی از شخصیت ها خصوصا همی برادرهای مسکز یاد چکدن، لیسه هدایت را در سنگ شنده و لیسه که در کتسنگ را این را در خرکوش دایر کرد که بچه هایی که در شوقی تحصیلی علمی روز را داشتن اونجا مرفتن و اتاق میگرفتن، مرفتن دمی اردو لیسه چه میکرد. بعدها برادرهای ادخل لیسه استاد شرفی را دایر کردن. همین قسم این لیسه ادخل انگوری خوال تبال هم به نام ادخل انگوری نام شده، معارف ثبت، لیسه داوود، لیسه زیرک، ها که تا جاغوری دارای چندین لیسه، بلکه اشتاد یا شست لیسه شد. باز این لیسه پاتو دو لیسه، لیسه دخترانه و بچگانه، لیسه زکوری پاتو و لیسه اوناس پاتو دایر شد که در وقتی دایر شدون ازی ما خودی ما در زمانی که حکومت جمهوری، آغاز جمهوری حکومت کرزی در وزارت معارف ما رفتیم روزها آنجا کوشش میکردیم که تا ای اردو لیسه جان گرفت و چند سال رم ای لیسه ها کار کرد، فارغ التحصیل داد. اینا راجع به می معارف جاغوریه. استاد کسایی که در بخش معارف جاغوری واقعا تلاش کردن، زیاد زحمت کشیدن در قسمت های مختلف جاغوری، اونا کیا بودن؟ اینا اولین بار خانم رشید الله خان بود، خدا بیامرزه، او
معارف را در معارف اصلی را در جاغوری آورد. بعد از او هر کس به سهمی خود، ملا قنبر چو به نام قنبر قنبر علی قلف، بابا کلان انزمی مدیر لیسه هدایت، دیگه در پاتو زیادتر مردم که شایی قضیه چی بود؟ خدا رحمت کنه شکرلا وکیل بود، پدر محمد علی رسام، که او حتی امی محمد علی رسام را او زمان ها اینجا چی نبود؟ به چخ را برده بود در سنگ ماشه و اونمونج خرج میدد، ای امونج درس میخوانده. و داود قول هم ها کزا کسایی بودن، از جمله خدا رحمت کنه مرزا محسین. مرزا محسین کسی بود که آدم بسیار توانا، در ادبیات دری بسیار ماهر، خط بسیار زیبا داشت. باز او به شیخ را مصارف شده برداشت میکرد، مبورد در مرکز اینا رفتن اونجا اتاق میگرفتن، تحصیل میکردن که اینا هم تا جای رسیدن. و بعد از انقلاب، بعد از دوران هجوم اتحاد جماهیر شوروی و انقلاب اسلامی که در افغانستان صورت گرفت، زیادتر خدمت در معارف امی سیما سمر، خانم سیما سمر، زنی قیوم بری مویبلی خان که در نوده ای بسیار کوشش کرد تا که معارف را در جاغوری و در دیگه هزارجات زنده کرد. این قدر معلومات را ما درباره معارف. و مدیر اشرف خان زایدی؟ مدیر اشرف خان زایدی امو کسایی بودن که در مرکز میخواندن، یعنی جمعه خان و چه نوسی ملا قنبر که چی خوب نام دارم، که فعلا مدیری لیسه سنگشنده یه خوب نام دارم، نام شدن دفته اینا در اون زمان ها قد اشرف خان قطی یک جای در سنگ ماشه درس میخواندن، یا آخرشی اشرف خان امی لیسه هدایت را دلش بسیار زحمت کشید، لیسه چی را کتسنگ را اونو سرمعلی منیف، خدا داشته باشه سرمعلی منیف شخصیت بسیار خوب بود، با نواسای کلب سنوکیل از سرخ بیدک ای بسیار کوشش کرد. اینا چی شد در لومان و در دیگه جایی جاغوری معلوماتی ندارم که کی زیادتر در باره از این معارف خدمت کرده، اونایش ما چندان معلومات کلی نداریم. این درسته. فعلا جاغوری جایگاهش در نظر معارف در سطح ولایت غزنی و در سطح کشور چه کسی نیستن؟ به نظر ما جایگاه معارف جاغوری در سطح ولایت غزنی که خیلی قابل چیه؟ قابل تمجیده، اما در سطح ولایتی، سطح افغانستان هم حرف اول میزد آلی ندیگه. بینگرین که بعدها چی میشه، جاغوری حرف اول را در سطح کل کشور میزد. بعد از ویرانی های کابل، پوهنتون مرکزی یا دانشگاه مرکزی کابل که ما رفتیم، سه قوم قدر بود، وردک، خوستی، جاغوری. وردک هم زیاد بود، خوستی هم بود، او زمان ها لیلیه ها و ایران بود، اطراف پوانتون بخی خراب بود. اونجا ما رفتیم اینمی سه قوم زیادتر بود. بچه هایی که او زمان تازه شروع کرده درس ها با چی شوق و انگیزه درس میخوانده؟ بسیار با شوق و انگیزه خاص درس میخوانده. از او جایش معلومه دیگه که از جمله کسایی که اونجا درس میخواندن
حسن نگاه بود که فعلا در ترکیه یا عبدالاحد فرزان بود که در کجای از پاتو از انگوری و از قول و از داوود بچه‌های بسیار ورزیده بودند که دوره اول از کنکور رد شدند رفتن در داخل پوهنتون. استاد مگه که از دوردست‌ترین نقطه های پاتو در بیرون از پاتو مردم را ترس میخوان از اولگک اولگک از اولگک یکی به نام ابراهیم و یکی به نام سید محمد علی رضایی از اینجا ساحه تقریبا 10 کیلومتر را طی کرده و از منطقه قنوخ امی حسین علی ذهین و بعضی کسای دیگر را مرفتن در مکتب شیخ‌قل که او توسط کی اشرف خان زاهدی همونجا دایر شده بود و اصلی تمویل کننده ازی کسه و نمو مرتکه ازی غریب را بود به نام آجی چیز خل مگفتونا که در چیه و نمونجی ما رفتن درس میخواندن بعضی هایش پس نمیدن بعضی هایش اونج جای نداشت نزدیکتر در قناق مسجد قناق اونج اتاق داشتن اندوالی داشتن اونجا ما رفتن درس میخواندن. شخص خود شما هم یک از کسایی هستین که بسیار خدمات بزرگ و شایانه را در بخش معارف منطقه و فقط منطقه داشته بودین. دوستا میخواید اینا رو بیشتر بفهمم. گرچند ما اوقدر چی نکدیم. ما فقط تنها از اینکه آخوندی مکتب بودیم. رویش تدریس بسیار مشکل بود. پنج سوره، پنج کتاب، حافظ، امی چیزا بود که بازی سنف سنف نبود. متفرقه وقتی که بچه ها جمع شد صد یک نیم صد نفر را ما توانایی ازیر نداشتیم که ایره ما درس دیدیم. از صبح تا شام که زحمت میکشیدم میدیدم که معلوم بیدنه یک ماش خیلی بودیم. بعدها ما چیکار کردیم که دیست دهی زدم که اینا رو باید سنف بندی کنیم. صنف بندی دیگه میسر نبود به غیر از اینکه کتاب صنفی پیدا کنیم. کتاب صنفی را البته از جمهوری اسلامی تازه جان گرفته بود. کتاب های صنفی از ما را آورده بودیم که مردم ما با همی کتاب های صنفی خیلی مخالفت هم مکد. بله. با توسط همزو ما اول بار همی را صنف بندی کردیم. بعد از او از طریق حزب گلبدین حکمتیار ما رفتیم از کویچه کتابی صنفی ساخت حکومت اسلام آباد یا پیشاور را می آوردیم. اینجا درسی کتابای صنفی را ما در پاتو شروع کردیم و او هم معلمایش را از سنگ ماشه از بابا از اونجا استخدام میکردیم که او معلم ها را 800 روپیه از مرکز تعلیمی حکومت اسلام آباد موره میداد و اون بسیار با مشکل 2 سال امیر چلندیم تا صنفی 4 و صنفی چند رسید. آخری کار در اثر اختلاف های داخلی و بیرونی اینی مکتب سقوط کرد که بار دیگر را اینی مکتب را از طریق شهدای ارگنایزیشن آوردیم که فعلا عالی لیسه اینا از طریق شهدا ما او زمان ها که فعالیت میکردیم از طریق حزب اسلامی و از مرکز تعلیمی کویته بودجه و کتاب میوردیم. در کل چند سال را در کدام مکتب ها ایفای وظیفه کردیم؟ ما اولین بار خیلی مکتبی که به نام مکتب شهید قربان علی که حالی فعلا نامشم منده اینمینجی دمی کاریز بود. یک دو مکتب داشتیم، یکی در قناق بود دمی فعلا جای بازار که او مکتب شهید قربان علی بود، یکی دیگر مکتب کاریز بود که دمینجی دو جای مکتب داشتیم. اما را 3 سال گرداندیم
بعد از 3 سال تحول آمد، دیگه یا چی شد؟ مکتب شهید قربان علی که به نام لیسه شهید قربان علیه بوده سری قل دایر شده. ما خودیم بعد از او دمی مکتبی زمانی دورانی حکومت پیشنه طالب ما مکتبی نسوان را دایر کردیم و این را دایر کردیم تقریبا 400-500 شاگرد چی شد؟ بعد از او قضیه پنتاگون رخ داد، دوران حکومت امارات رفت و جمهوری آمد. در جمهوری ما اینمی مکتب نسوان را به همکاری قوما و بعضی کسا تانستیم که ای را به نام لیسه نسوانی پاتو چی کنیم. مدتی 14 سال ما دمی دوران جمهوری به عنوان معلم ادبیات فارسی و پشتو ایفای وظیفه کردیم که بعدها تقاعد کردیم. این مکتبی که در پاتو امیر قمر تجیش یکون خاطری از دوران خدمتگزاری خو و نبود امکانات و امینا اگر داشته باشیم؟ خاطر از یاده آقای اخلاصی، در دوران حکومت امارت در پیشنه دوره ما امی مکتب نسوان را در منطقه بینبریک دایر کردیم و می ترسیدیم که افراد امارت اگر باید مرا چمونه، چون دخترها خیلی کلان کلان بود. ما اینا را خوب تعلیم داده بودم که اوده که ما یک دفعه قمانده دادم که تیت سای دمی هر شیله بودوین که شمار گیر نکنه. زیر ما نبود امی قمانده تیت سای ما یار چند دوره عملی در سر ازیا انجام دادم. باز هر موتر جدیدی که از پشت مکتب ترمو شد ما دیگه مفتم که والله طالب آمد. اما بود که یک سال امور کم شد، تحول پیش آمد، باری دیگر را حکومت جمهوری که آمد امی تا چی را یک انجینیر به نام عسکر آمد سروی کرد بلیزم و امی تعمیری مکتب نسوان را جور کرد. ای در راجع به مکتب نسوانی پاتو، راجع به مکتب زکوری پاتو، ما اونجی در اون زمان خیلی چی نبودیم، دیگر ها کار میکرد، ولی مکتب نسوان را ما دایر کردیم در پاتو. تشکر را استاد. به عنوان سخن آخری، شما به عنوان یک پدری که عمر خود را در معارف سپری کردین، امید گپ دلسوزانه و پدرانه شما برای نسل آینده و برای شاگردایی که در حال تعلیم هستند در مکاتب در پوهنتون ها لطفا بیان. فقط حرف آخر و نصیحتی از ما میگه که 3 چیز را مد نظر بگیره: موقعیت خود، موقعیت شناسی، خود شناسی، وظیفه شناسی. موقعیت خود را بشناسه و خود را بشناسه که ما کی هستم، چقدر توانایی دارم و دیگه وظیفه شناسیم. وظیفه ای که ما حواله میشه بشی از طریق معلم یا از طریق سیگر اما را بشناسه، مراعات کنه. یعنی می 3 چیز را ما توصیه نم که مراعات کنه. انشاءالله بسیار شاگردایشم در کشورهای مختلف ویدیونایشم را میبینه، یقینا که در دوران مکتب و در سنوهای درسی دیگه دیاد از اونا هستن. خدا اونا را توفیق مزید بدیم. ما هم اونا را دوست داریم، شاگرد به مسابه اولاده ما دیگه اونا را نمیشه دوست داریم. یک از جمله از شاگردهای بیچاره که ده چی بود؟ البته توسطی تداوی غلط فلج شده بود. همین جماعت اون روز رفتیم بیچاره از جای اقبال نمیتنیست. باز از تمام چهره های زو فقط از دهان شناختم که این فلانیه. او مرا بسیار گرم استقبال کرد. ما هم او را بلدهش بسیار افسوس خوردیم که تو چرا همین جوانی خود را
ناک ناک سپریگ دی و آل دی حال افتده. این شاگردار ما هم دوست دارم، هر کدامش، هر کدامش. تشکر استاد، زنده باشی. تشکر.